خب به نام ایران، درود بر دوستان باشنده در نشست و اینکه دوستانی که بازاندوخت این برنامه رو بعدها تماشا میکنن از یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی. این هفته هم باز در خدمت استاد هلمند اربابی ارجمند هستیم و قرار هست ایشون در خصوص اردشیر بابکان با اندرزهای قانونگونه شهریاری ادامه نشست پیشین رو که باز هم پرداخته میشد به اردشیر پاپکان و سلسله ساسانیان که چگونه ایران شهر رو ایران شهر کردند، به حال ادامهش رو امروز خواهیم شنید. استاد اربابی، درود دوباره و گویان پیشگاه شما. درود بسیار گرم به گرامیان که در تالار زوم نشستند و درود گرامیانی که از راههای دیگه اکنون این سخن رو میشنوند و همچنین درود به کسانی که زین سپس این برنامه رو پی میگیرند. اردشیر بابکان یه چهره هست در تاریخ ما ایرانیان که هرچی هم دربارش باز برگردیم باز بخوانیم جا داره، حتی برای کسانی که در این سپه بسیار پژوهیدند، دانش ورزیدند و کوشیدند، باز نیز بسیار جا داره که برگرده و اردشیر رو یه بار دیگه ببینه. برای اینکه اردشیر درست در چهره شهریار پدیدار میشه، ولی دیگرگونی های فراوانی رو با خودش همراه میاره. یه چیزی مانند همین کوروش هم چون این کاری کرد و اشکانیان اون اشک یکم یا ارسک یکم نیز همچون کاری کرد و این ویژگی اون شهریاران نخستین هست. و چون اردشیر به ما خیلی نزدیکتر از نگاه زمانی و از او چیزی فراوانی بر ما مونده، درستی بخشاش توی اسطوره رفته ولی بر ما چیزهای فراوانی مونده با همه اینها. و ما هم ایرانی هم که اکنون داریم بیشتر از هر چیزی باید به اردشیر بابکان برگردیم و به اون بدونیم، چون اون هست که واژه ایران شهر یا ایران شهر رو برای نخستین بار برجسته میکنه. نه اینکه ایران نبوده، ولی میاد بالا و نام کشورداریش هم شهریاریش هم ایران شهر میذاره. برای همین ما بسیار جا داره که برگردیم به اردشیر. بخش خوبی هم از آنچه که برای ما مونده از اردشیر بابکان تو شاهنامه اومده، کارنامه اردشیر بابکان کم و بیش تو شاهنامه اومده با اندک دگرگونی، اندرزهایی که اردشیر بابکان میده تو شاهنامه اومده و برای همین می شود گفت که اردشیر رو یک فرزان شاه می شود ازش یاد کرد. خب بیگمان او تنها نیست، بلکه پیرامونش هستن کسانی، ولی این خود یک هنر بالای شهریاریه که بتونه از سرمایه ها و توانهای دیگران یاری بگیره برای پیشبرد برنامه های کاری خودش. و همچنان که برای نمونه رضا شاه پهلوی رو اگر ما کارنامهش را بخونیم، میبینیم که از لایه های پایینی جامعه میاد ولی یک آدم توانمندی هست، هوشمندیه که با کمترین دانش خواندن و نوشتن هوش بسیار بالایی داره و از توانهایی که پیرامونش هستند بسیار خوب یاری میگیره. خب دلاورم هست، آدم ترسو نیست. خود ترس اگرچه یه جاهای سودمنده ولی در بسیاری جاها دست و پاگیر میشه، آدم رو زندانی میکنه و این نترس بودن رضا شاه هم بسیار برش سودمند بوده. کمابیش این ویژگی هم توی نادرم میبینیم، توی اردشیرم میبینیم، اردشیر بابکان میبینیم. دلاوری هست، نترسیه. باری پس به اردشیر بابکان که میرسیم، چون به ما بسیار نزدیک از نگاه زمانی، میگم بسیار نزدیکه، تا چند هزار سال پیش نیست، 1800 سال پیشه، بازم برای ما نزدیکه و نوشتهایی که ما از این زمان مونده به سادگی می شود خواند، اونها رو فارسی پهلوی میانه می شود خواند و فهمید با
اندک کوششی می شود فهمید که چی دارن میگن، و این بر ما یک بخت بزرگی است که اردشیر رو داریم. میخوام در گفتار امروز پیرامون نکته های مانند که در نگاه من نخستین شهریاران پایه‌گذار با فرمان روی نخست در همه روزگار اون دودمان هست و پس از اون هم میره، در این باره سخن میگیم و خب میام کمی اندرزنامه ها رو می نگریم، اندرزنامه اردشیر و دیگر اندرز ها رو می نگریم و همسنگیشون می کنیم، می سنجیشون با دیگر فرهنگ ها و حتی اندرزنامه ها یا به سخن دیگر وصیت نامه ها می خواهیم رو کار بکنیم. واژه اندرز رو خب کوتاه درباره همینا سخن میگم. اندرز یا همدرز هم در پارسی میانه است، هم در پارسی مانیکی. من به جای مانوی چون یه ساختار عربی به خودش گرفته مانیکیان به کار میبرم و به گونه همین ساختار تو زبان ارمنی بیشتر برمان مونده و ما مانیکیان، من همیشه مانویان رو مانیکیان میگم. اندرز هم میدونید که تو زبان پارسی به چم فرمان هست، فراتر از یک به گفته عربان نصیحت، بلکه فرمان بیشتر به ویژه. به ویژه کمی پرت شدم از سخن خودم. از در مورد اندرز میگفتید بله بله اندرز رو بله در چون یکم چی بستم چی رو اندرز در فرهنگ ما بیش از زمان اردشیر این به این زبان میاد، اندرز و هندرز و انترس به این زبان میاد برای ما که بار فرمانی هم داره، ولی فرمان خوب، فرمان بسیار خوب هستیم، این باید بشود و اگر این بشود بسیار خوب است. برش گردونن تو زبانهای عربی چیزی به نام نصیحت ازش یاد کردن، حتی واژه وصیت رو هم میبینیم. برای نمونه وصیت نامه منصور عباسی خلیفه دوم عباسی به نام میخواسته که یک کپی یا یک گونه ای از همین اندرزنامه اردشیر رو یا اندرزنامه خسرو یکم رو داشته باشه به نام وصیت نامه منصور عباسی یا منصور دوانیقی، ابو جعفر منصور دوانیقی. زمانی که من بهش میرسم اندکی، اندرز ها بیشتر زمان اردشیر به ساختار فرمان بدل پیش از اون هم بوده، ولی اینجا درست واژه اندرز رو به کار میبره. در اندرز هایی که در ایرانیان هست همون پایه نخستش راستگویی هست. شما نخستین اندرزی که اردشیر داره راستگویی است، نخستین اندرزش، و سخت پرهیز از دروغ هست. این دروغ از دوری از دروغ و پیوستن به راستی از ویژگی های اندرز های اردشیر. یگانه هست اردش اندرز های اردشیر که البته دنباله اندرز های در اندرز های اسلامی اگر چینا هم از راستی میگن، ولی بسیار با بار سود و زیان دینی و کشورداری داره که کسانی که با تو نیستن میتونه فریبشون بدید، اونها رو از میان بردارید و از این دست به این کارهای شبیخون های ناجوان مردانه هم میتونی بزنی برای اینکه خودت و دینت و فرهنگت موندگار بشی. این جداشون میکنه. پدران دودمان شهری رهنمون همواره. حالا این رو من گفتم که برای نمونه اگر ما کوروش رو پدر شاهنشاهی هخامنشی بدونیم، رهنمودایی که کوروش میده میمونه و برای همه دودمان میمونه. این رهنمودها یا رهنمود یا این اندرسات برای همه دودمان میمونه.
در میان راه کسانی پشت کردن یا سر پیچیدن، ولی اون شکوه و بزرگی فرمان کوروش سرجاش بود و هموارم کسی که سر میپیچید از فرمان اون نخست کوروش که شاهان پس از اون هم هستن، اونها رو همواره باز میگردوندن که برید ببین کوروش چی گفته، تو راه پدران ما را زیر پا گذاشتی یا فرمان زیر پا گذاشتی، با یه چنین زبانی با چنین سخنی این جلو اون رو می گرفتن که مواد این بر اون بر بره. برای این استوانه فرمان کوروش در بابل، سنگ نوشته های داریوش، اندرس های دیاوکو در شهریاری مادها، اندرس های ارشک یکم یا ارشک یکم یا ارشک یکم و اندرس های اردشیر که سخن امروز هم هست، در اندرس های ساسانیان همه اینها بازنویسی شده، بویژه در زمان ساسانیان اندرس های اردشیر بسیار بازنویسی شده، تو باز زمانی خودش هم کمی افسوده شده بر اونها، بر نمونه خسرو دویم انوشهروان از این کار میکنه و برخی ها گویند که برخی از این سخنان کار خود انوشهروان است، ولی اینا رو به نام اردشیر می نویسه. چرا به نام اردشیر می نویسه؟ برای که اردشیر اون شکوه رو داره، بسیار جایگاهی با پدر همه هست، نیای همه هست و یک چهره بگی داره، چهره خداگونه ای داره برای خود شاهان ساسانی. برای همین هر کسی هم که میخواست کاری انجام بده، ای چه بسا که یادی از اردشیر میکرد یا به نام اردشیر اون کارش انجام میداد، اگرچه خب اردشیر میشود گفت که همه کاری که انجام داده خوب بوده. حالا کم کم میریم رو سراغ این اندرزهایی رو که ما در نوشته های اردشیر میبینیم، اینا خب از آسمون که نیومده، اینا خب از دنباله یه فرهنگیه که ما ایرانیان بویژه از زمان ساسانیان برگشتمون بسیار بیشتر به اندیشه های وخشور زرتشت است، یا زرتشت وخشور. وخشور من بگم که وخش یا که سپس این ساختار عربی به خودش وحی بگرفته، می شود این گونه بازخوان که یک دانشمندیه که دارای توان دریافت های بالایی است. این توان دریافت های بالایی که می تواند جهان رو خوب ببیند، خوب بشناسد رو می شود برپای خانش خودم دارم، می شود نام وخش رو برش نهاد، یه دریافت زمینی ازش بکنیم. حالا برخی خب دریافت آسمانی هم بهش دادن که این وحی از آسمان، وحش از آسمان میاد، ولی خب در نگاه درستش اینه که این خود کسی که دارای این توان بالاست، این هوش بالاست، این اندیشوری بسیار بالاست که میتواند پیرامون خودش را بخواند و از درون اون دریافته خوبی بگیرد. از این رو من این واژه وحشور رو برش گذاشتم، به کار میبرم. اشو هم ما میگیم دیگه، اشون و اشو، هر دو اینها هم به کار میبریم برای اینکه زرتشت به راستی نماینده یا اون الگوی اشا هست، راه اشایی هست. این راه اشایی در را دین های دیگر هم برپای خانش های نام هایی برای دین خودشون داشتن، برای ما ایرانیان اون رو راه اشایی میگن و خود از زرتشت هم اشو هست یا اشون هست که این راه را نمایندگی میکنه. زرتشت در همون آغاز میگه راستگو باش تا استوار باشید، یکی از اندرز ها سخنانش. و این که ما میگیم بار کج به خانه نمیرسد و استوار نیست، برآمده از همینه که راستگو باش تا استوار باشید. من از نگاه زبان دستکاری کردم، کوشیدم که خیلی پارسی سر نویسی کنم. بخشنده و جوانمرد باش تا سر بر آسمان افرازیم. چی داره میگه اینجا؟ بیگمان کسی که جوانمرد است، بخشنده است، انسان سرفرازی است، خوشنوده و دوستش دارن دیگران، خودش هم از کارش بسیار خوشنود است، زیرا کار خوبی انجام میده. کار نیکی دیگران را سپاس بگذار تا تو را نیکی آنان شاید. زمانی که تو از کار نیکی دیگران را سپاس میگذار، اونها هم کار نیکی شما را ستایش میکنن، شایسته میدونن کار نیکتون رو.
فروتن باش یاران بسیاری بیابی تا یاران بسیاری بیابی. خب اینها فرمان هایی است که مال 3500 7 3700 4000 سال، برخی بیشتر از این برای زرتشت تونستن. حالا دست کم این از 3500 یا 3100 تا 4000 سال روی بازه زمانی میدونن که بسیاری از پژوهشگران اینجا میمونن. چون سخنان رو در اون زمان ها میگه و بسیار شکوهمنده، میگه با دیگران چنان کن دیگران با تو چنین کنند. یعنی میخواد این رو بگه که هنوز همینه داریم ما، این زبان زدی هست که توی زبان سوئدی از زبان انگلیسی تو زبان فراوون هست این سخن، و این سخن برمیاد از اون روزگاران کهن که میگه که تو با دیگران آنگونه رفتار بکن که دوست داشته باشه دیگران هم آنگونه با تو رفتار بکنن. پس بسیار چیزی دیگه، بسیار دست و بال آدم رو میبنده که دست به هر کاری نزنه، چون هم خودش بسیار دوست داره. خودستای ما اگویست هستیم، همه چیزی رو بسیار خوب میخوایم برای خودمون داشته باشیم. اگر ما این رو بنیاد بگذاریم، خب همین چیز خوب رو برای دیگران هم داشته باش. این سخن بسیار سر زبان هاست، هوشیار باش که مبادا نادانان بر جهان چیره شوند. به هوش باش، بر حذر باش، بسیار اندیشمند باش که مبادا نادانان، نادانان که بر جهان چیره بشن، یه بخشش نمیدونن دارن چی کار میکنن، یه بخش هم آمیخته میشه با خودخواهی و چون زورشون نمیرسه از راه دانش توان ندارن کشور رو بچرخونن، به ناگزیر به زور پناه میبرن. بازم زورشون هم نمیکشه، به دروغ و فریب به کار میبرن. پس این بنیاد نادانی، اون دانایی که ما میگیم دانایی خوب هستا، دانایی خوب هست، چون ما دانایی بد هم داریم توی فرهنگ های گذشته، دانایی بد هم داریم. برای نمونه فرهنگ مسیحی دانایی خوب رو صوفیه میگیم، اگر صوفیه یا حق صوفیه یا صوفیای حق، صوفیه راستین، صوفیه همون دانش یا خرده، و خرد بد هم داریم. به هر رو در اینجا سخن از دانایی آن بخش خوبه. اگر کسی دانا باشه و کشوردار باشه، بیگمان کار خوبی انجام میده برای آبادان. از اون ورش پناه میبره کسی که نادان است، به زور پناه میبره. زور هم نمیبره همیشه، شاید برای این زمان کوتاهی بباره، و چون نمیتونه بسیار بباره، به دروغ پناه میاره و به فریب و به این پناه میبره. به این هم خب میتونه زمان بیشتری ببره، چون دروغ و فریب میتونه موندگار بشن، ولی سرانجام بسیار بسیار بدی برای کشور و مردم خواهد داشت و برای دیگران. بانگ وجدان برآمده از سرفرازی و آسودگی سال. اینا رو کم بازشون بکنم که اگه انسان سرفرازی باشه، رو پا خودش ایستاده باشه، راستگو باشه، بانگ وجدانش هم بیدار هست، اون صدای وجدان درون بیدارم هست. وجدان پاک نیک مردمان آنان را به نیکی راه می نماید. کسانی که این زمینه ها را داشته باشند بیگمان به سمت نیکی میرن. پیچیده نیست اینها، ولی چیدن اینها از زبان یک وحشوری در چندین هزار سال پیش و به این سادگی به ما رسوندن بسیار زیبا هست. میگه بکوش مهرت با دلاوری بیامیزد، با عشق و مهر به دیگران بتاز. اگر میخواد به دیگران بتازی، با عشق به سمتشون بتاز. یک زبانزد زیبایی هست، میخواد بگه که اگر میخواد به جنگی، با عشق و مهر با دیگران به جنگ. زیباست از نظر زبانی. یاری به مردم تنها خیشکار نیست، بلکه در آن خوشی است بسیار. این هم یکی از اون ویژگی فرهنگی مونه. در آیین های ایرانی همواره خوشی رو از خوبی رو از برای خوبی خواستند، نیکی رو از برای نیکی خواستند. اینکه میگن که تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد، باز چندان به فرهنگ ما ایرانیان نمیخوره. این یه فرهنگ بازاری هست که تو با خدا سودا بکن، خدا به تو سود میده. این جهان کار خوب انجام بده، اون جهان به تو زنان زیبا بهتون میده، حوریان بهتون میده. این یک نگاه بازاری هست که در نگاه زرتشت ما نداریم. این رو اینجا هم همین رو میگه که میگه یاری به مردم تنها خیشکاری نیست، مگه در آن خوشی هست.
زیبا هست آدمی کار نیک انجام بده، خوش میبرد از این کار نیک انجام بده، وجدان انسان، درون انسان خوش بش میبره، نه اینکه چشم بدارد تا زین سپس جهانی فرازای در اون جهان اسبان سمند و زنان زیبا چشم برهت باشند، چونی نیست. نسکم اشوزر وخشور زرتوش چونی نمی اندیشه. شهریار خوب بر پای راستی باید فرمان بده، همزمان که نگاه وخشور زرتوش یک نگاه فراگیریه، ولی از کشورداری هم دور نشده، که سخنان فراوان دیگه هم داره که من اون رو نیاوردم. شهریار خوب بر پای راستی باید فرمان برانه، خوشبختی مردم را باید تنها در آن ببینید که راستی در کار باشد. راستی در این است که چهره شهریار در برابر مردم چهره روشنی باشه، پشت پرده نباشه، در زلال چشم مردم دیده شود. آن کس که به دور از دانش سخن گوید بیگمان دروند میتونه باشه. دانش زمینی هست و آن چیزایی رو که آدمی باید به درستی بداند باید از راه دانش بره. اگر ما از این راه نریم به دروندی میانجام یا دروغوند میشیم، چیزی که دو چهره هست نمیخوره. اینها بسیار سنگینی میکنه. چرا من این رو آوردم؟ برای اینکه وخشور زرتشت رو ما اکنون کهن‌ترین چهره میدونیم. بیگمان پیش از وخشور زرتشت هم کسانی بودند، ولی آنچنان در تاریخ ما از اونها چیزی نمیبینیم. ولی همین هم که زرتشت هم که داریم در چند هزار سال پیش، این برای ما بسیار ارزشمنده. بسیاری مردم ندارن اینها رو، کشورهایی که تازه ساخته شدن ندارن. برای نمونه پاکستان رو که 70-80 سال پیش ساخته شده، تاریخشون رو کجا میذارن؟ اون تاریخ موهنجو دارو رو میذارن و دیگه چی؟ خب این همشون هندی هست، این فرهنگ از آن هندیان هست. مگر اینکه بگید که ما یک هندوستان دویم هستیم. یکی از اون گره های بسیار بزرگی تاریخ پاکستان داره اینه که خودش با خودش بیگانه کرده خودش رو. چجوری؟ پاکستان اومده خودش رو بر پای اسلام از سرزمین مادریش جدا کرده. سرزمین مادریش چی؟ هند، هندوستان بزرگ هست، جدا کرده. خب اکنون جدا کرده چی شده؟ ول شده دیگه، نه پدری داره نه مادری داره و نه نامی روشنی داره. به نام اسلام، پاکستان، نام پارسی هم هست، پاکستان، یک نامی که به درستی هیچ چیزی بار ارزشی تاریخی نداره. زمان شما از هند که میگی، دست کم هند رو ما 2500 ساله که این واژه ایندیا و سیندیا به کار میبریم و خودشون هم در گذشته مهابهاراتا میگن. حتی من یک یاد درباره مهابهاراتا یک یادآوری بکنم. مها در زبان سانسکریت ما هم میگیم چم بزرگه. من این بهاراتا رو به آراتا میدونم، به آراتا، یه آراتای زیبا، آراتای خوب، آراتای خوش، که ما این آراتا میتونه یک از نامهایی باشه که به سرزمین هند باید بگیم. به مها بهاراتا، به آراتا. شما اومده این رو جدا کردید از سرزمین مادر، چی شدی اکنون؟ خب خوشبختانه فرهنگ ما ایرانیان بسیار دور از این چیزها که یه چیز دیگه بشیم، مگر اینکه کسانی دری به تخته بخوره، یه فریبکاری، یه برنامه شبیخونی به ما بزنن، گوشی از کشورمون رو ببرن و اونها میدونن اونها چی میخوان، چه تاریخی برای خودشون بسازن. دروغ میسازن، فراون دروغ. تو کویت رو برو ببین، امارات چه تاریخ دروغ، ترکیه تاریخ دروغ، پر دروغ بافی. خب میریم سراغ پس از زرتوش میریم کوروش. میریم کوروش هم من بخش از سخنان کوروش اینجا آوردم که اینها سرانجام در منش ساسانیان ریخته میشه، چون ساسانی یه قیفیه که تاریخ توش اونجا فشرده میشه و سرانجام در اردشیر بابکان چکیده میشه و میره. 400-500 سال این اندیشه میره، درست در میان در پس از 400-500 سال یه پارگی رخ میده، ولی این نابود نمیشه، گم نمیشه، باز دوباره سر بر میاره، ققنوس واس دوباره سر در بر میاره، همچنان زنده میشه، همچنان زنده میشه.
یکی از سخنانی که هنوزم هست، یعنی کسی دانه بر زمین نیفشاند بری از آن نیابد. این رو یکم دستکاری زبانی هم کردم. راه یافتن به دل راه به دل مردم یافتن نه از تندی و درشتی است، بلکه از تیمار و مهرورزی است. برخی از صدا افتاده اینجا. این نگاه بسیار چه هست؟ نگاه بسیار پرگماتیست، نگاه بسیار ریال هست، زمینی. میگه که تو کار نکن چیزی گیرت نمیاد. ناورده رنج گنج فراهم نمی شود. مزد آن گرفت جان برادر که کوشید. خب کسی که نکوشد و کاری نکند که چیزی گیرش نمیاد. و این نکته دیگر مهرورزی. باز مهرورزی بنیاد فرهنگی منم هست. اینها نه اینکه واژگان رو تو دهانشون لغلغ کرده، نه، همچنان بودن، اینا در رفتار و کردارشون همین بودن. میگه از مهرورزی هست که و تیمار دیگران خوردن است که میشد به دل مردم راه یافت. سخنی با پسرانش میگه نیکوکار باش نه بدکار. زندگانی جاودان نیست، هیچ چیز زیباتر از نیکی نیست. این سخنانی که کوروش میگه، ما این رو خب سرشار در شاهنامه میبینیم و بخشاش سخنان خود فردوسی است که مایه گرفته از این انباشته های کهنمون هست که میگه که نیکوکار باش، زندگانی جاودان نیست، دیگه یه فرصت بیشتر ندارید، یک هن زمان بیشتر ندارید، با اون رو مگر سوزوندی دیگه گیرت نمیاد. هیچ چیز زیباتر از نیکی نیست. تا چه اندازه بر نیکی اندیشه نیک، چون بنیادمون است که نایس که زبان نیکه یا نایسه یا نیسه که یونانی شده، یونانیش هست، و هیچ چیز زیباتر از نیکی نیست. سخنی با مردم داریم، میگه مبادا به شما اندوه رود که اندوه رنجتان اندوه من است. شهریار میگه با مردم سخن میگه که اگر بتون اندوهی برود بدانید که اندوه منم هست. و دیگه پیام های دیگه میگه هر کس با آیین خیش باشد، زنان را گرامی و عرش بدارید، گسستن زنجیر و بند را سخت می ستایم. آزاد منشی است دیگه این، ما میگیم جوان مردی که میگیم یا آزاد منشی که میگیم، آزاد آزادگی در فرهنگمون اینا هستا. اینا از همینطوری ساخته نشده، اینا برآمده از یک بازه های زمانی بلندی که تیکه تیکه ساخته شده، به هم پیوسته شده تا برمان یه فرهنگ ساخته ایم. یا فرمان روایی بر مردمان به شیوه نیک بزرگترین کار است. برتر از اون نداریم کار دیگه در دستگاه شهریاری. از دیگران نمی گلایم بلکه خیش را می دگردیسانم. دگردیساندن میگه که خب سخنی هست، یه بخشش درسته، میگه من به جای اینکه بشینم از دیگران بگلایم که تو چی کردی، من خودم را دگرگون میکنم. حالا دگرگون چارچوب داریم دیگه، دنبال اون رفتن که نیست که، بلکه اون برپایه اون کاستیایی که من دارم خودم را هم دستکاری میکنم، نه که دیگران. و یه پیام دیگه هم داره که این هم باز هم ما میبینیم در سخنان شهریاران و بزرگان، در نوشته های من فراوان میبینیم. این سخن کوروش هست، میگه پس از مرگ پیکرم را در تابوت زرین منهید، بیدرنگ به خاک بسپارید که بهترین آرامش در آغوش خاک خفتن است. و سپس هم میگه که ای کسانی که از اینجا میگذرید بدانید که من کوروشم، شاه شاهان و بر 28 کشور کشورهای فراوان فرمان روا بودم، اکنون به زیر خاک رفتم، خفته هستم و جانم همینه. شما از این اندرز بگیرید، اندرز از این بگیرید. یک چند نکته از داریوش، خب داریوش هم دنبال همون کارهای کوروش داره انجام میده. چند نکته از داریوش من بیارم. من دوست نیکیم، باز همین نیکی بنیاده که اینها گفتم که تنها تو سخنم نیست، حالا برخی جاها ما میبینیم که میگن از این سخنان، ولی از گفتنشون تا به کردارشون راه هست و برخی زمانی که از گفتن به کردار نینجامد این دروغه و بدترین چیزم هست همینه. دروغ بدترین چیزه، شما بگویید نکنید، بزنید زیرش. من دوست نیکی هم یا نیکی رو دوست می دارم، بدی رو نمی پسندم.
ناروا میدانم اگر بینوایی زور بشنود. خب اینا باز هم همون دادگری رو، داد و دادستانی رو در دستگاهشون دارن. خود حق رو بسیار دوست دارم. حالا این حق چه هست؟ حق به درستی که یه واژه ژرفی هست تو زبان ما، بنیاد این واژه پارسی هم هست، حک یا حگ که پارسی یونانیه، حاک، خاک، خاک ما میگیم، خاک، حگ، حق، حج، حج عربی، حج و هاش اینا و هاگ اینا و هاگ حتی که تخم است و سپس هاگ، خاگه، خایگه اینا یه ریشه در بین و همه چیز اگر به درستی بر بنیاد باشد، بر سر جاش باشد، حق میشه. حالا این یک سخن جداگونه است که میشود جایگونه پرداخت. یه کینه نمیتوزم، آدمی بی کینه ای هستم، می جنگم، پیروز شدم، شدم نشدم، کینه نمی ورزم، باز می کشم که پیروز بشم. آنچه مرا می خشماند از آن می پرهیزم، می کوشم تا بر تندی های خیش چیره شوم. خب اینها برای شهریار پایه هست، دستور شهریار باید این گونه باشه. همزمان که جای نیاز سختی میکنه باید پایش بر گذشت باشه. همزمان که بسیار هوشمنده که مبادا کسانی در پیرامونش برنامه بچینند و کارایی بکنند، در کنار این باید که با گذشت باشه. در نزد شهریاران پیش اومده کسانی به کجی رفتند، ولی شهریاران در جایگاه توانمند بخشیدند. آن شهریاری که نمی بخشد ترسو هست، ناتوان هست، دلاور هست، ترسو هست، ناتوان، دلاور نیست. آن شهریاری که می بخشد دلاور است. ترسو و زبون بودن از ویژگیش کشوردارانی هستند که نمی بخشند. میگه که من می کوشم بر تندی های خیش چیره شوم، افسار دست خود من باشه. کسی اگر کج میره خب قانون و دادگاه و باید انجام میشه و سپس میگذرم ازش. میبینن همین ها رو ما در چیز همین در اندرس های اردشیر هم میبینیم. حالا من اینها رو از یک نوشته ای آوردم براتون که براتون میخونم. این اندرس های اردشی رو هم شاید به زمان ببره. من شاهنامه رو امروز نمیخونم، شاهنامه هم داریم، برای اینکه سخن بسیار هست تو شاهنامه و یه بخش بسیار از شاهنامه رو توی در پیوند با همین اندرس هاش هم هست. میگه یک از اندرس هاش یا همون نخستین اندرزش میشود گفتیم: شاه را نسزد که دروغ گوید، که کسی به دروغ گفتنش ناگزیر نسازد. خب روشن است که اگر شاه دروغ بگه دیگران دیگه بهش نمیتونن به باورم که این راست. پیشینیان گفتند درستی شهریار برای مردم از فراوانی بهتر است. درستی همون راست بودن. فراوانی هم دارایی و خوشبختی که مردم دارن، این درستی از اون بیشتره. این رو اردشیر داره میگه تا چه اندازه زلال هست، ترانسپرنت داره سخن میگه. شاه اگر نزدیکان خیش را راست آرد، هر یک از آنها نیز با نزدیکان خیش چنین کنند، تا سرانجام همگی مردم راست آیند گام به گام. چون شاه الگوی دیگه نه، اون اگر با خودش و با نزدیکانش راست رفتار کند، درست رفتار کند، نزدیکانش باز با نزدیکانشون همینچنان پیش میره تا همه مردم راست شوند. بدانید شهریار تا آنگاه که راست آوردن ویژگان را آغاز نکند، نباید در اندیشه راست آوردن توده مردم براید. و شاه اگر نادرست باشد به که فرمان نراند،
چقدر زیبا. بهتران است که شاه اگر نادرست دروغگو و فریب کار باشد فرمان روا نشه، و اگر اون نتونه نزدیکان خودش را به راستی بکشاند، از تودی مردم هیچ چشم نتوان داشت که مانند او رفتار کنند. یه اندرز دیگه رو براتون میخونم و این اندرس باز هم سخت در پیوند با نگاه به اقتصاد. اگر امروز ما نام اقتصاد یا فرمان رهبری زیست مردم یا زیست مردم را چگونه گذران زندگی مردم راهبری کردن نام اقتصاد بدونیم، ببین چی داریم میگه. شاه اگر برای کار و بیکاری، خوردن و آشامیدن، دانش اندوختن و خوشگذرانی برنامه نهد، کارها به گاه خیش انجام گیرد و پیش و پس نشود. خب همین هم شد دیگه، و میبینیم باز در بازی از اردشیر تا انوشهروان بالا پایین داشتیم، ولی باز انوشهروان بسیار بر این کوشید که عامه شتاب داد به کار، برنامه ریزی برای کار، برای زندگی، گذران زندگی، دانش اندوختن و خوشگذراندن مردم، مردم زندگی خوشی داشته باشند. و دوباره میگه که تقسیم زمان بار دیگه و برنامه ریزی در کارها همان داشتن برنامه و از اصول کشورداری است. 2800 سال پیش درست همین برنامه بودجه که ما داریم اکنون به تازگی در جهان بیشتر شده داره، چه برنامه ریزی بودجه داره اونجا میکنه که چگونه برنامه بریزیم. حاکمی که حد اعتدال را رعایت کند و هر کاری را در زمان و مکان معین انجام دهد، باعث نظارت بیشتر در کارها می شود و پیشرفت و نظم حکم فرما خواهد شد. من دیگه از نگاه زبانی دست نبردم، همین رو دارم میخونم براتون. از آنجایی که هر افراطی تفریطی و هر تفریط افراطی به دنبال خواهد داشت، پس موفقیت در دوری کردن از یا پرهیزیدن از افراط و پرهیز از تفریط هست، یا بیشتر رفتن و کمتر رفتن. راه میانه، راه میانه راهی بسیار فراخ و راه خوب به راستی، راه کوبیده شده، راه سنجیده. اون راه های کناری ما نمیدونیم به کجا میانو که راست راست بریم یا چپ چپ بزنیم. راه های کنار که میتونه از اون بر بیفته پرت بشه تو اون دره، یا از این بر پرت بشه دره. راه میانه راهی است که توده های مردم با هم هستن، کوبیده شده است، از زمان بسیار دور میاد و دنباله راه گذشته هست. این راه میانه است. راه کرانی راههایی هستن که شاید یه جایی به چیز تازه‌ای در گشوده بشه، ولی نمیشود بیمه کردیم را، نمیدونیم به راستی. برای همین باید فرزانگان، بزرگان همواره بکوشند تا مردم را در میانه نگاه بدارند و بگن در میانه بیاندیشیم که با هم چی کار کنیم، یک خرد بر این برگزینیم برای پیشرفت کارهای خودمون. بدانید که شاه باید از چاپلوسان بیشتر از آنان که از وی دوری کنند بترسد. حتی از باید بپرهیزد بلکه بترسد، و از ویژگان بد بیش از توده مردم، توده بد مردم بپرهیزد، چون این ویژگان بد بار سنگین تری میتونند برای جامعه، برای کشور بیافرینند. یکی از اندازه دیگر اردشیر براتون بخونم. بدانید شهریاری از دو جای آسیب بیند، یکی از چیرگی دشمن و دیگری تباهی فرهنگ. تو گویی که امروز داره اردشیر با ما داره راه میره سخن میگه. خب چیرگی دشمن که خب سخن دیگری است دیگه، ما باید سپاه بسازیم، لشکر بسازیم، ولی اگر ما تباهی فرهنگ پیش بیاد، چیرگی دشمن رو نمیتوانیم ما از میان برداریم. دشمن میتواند بر ما بچیرد، ما نمیتوانیم به اونها بر اونها بچیریم، زیرا که فرهنگ در ما تباهی یافته. و همین از ویژگی که
اردشیر جدا میکنه، به ویژه جدا میکنه از زمان خودش، هزار سال هزار خورس جلو میندازه، 2000 جلوش میندازه و بر همین آموزش پروریشی رو راه میندازه یا فرهنگستانی رو راه میندازه. امروز به نامش آموزش پرورش میدن، روزا فرهنگ میگفتن، برای پرورش فرزندان ایران زمین یا فرزندان ایران شهر، که اینها یکی از بنیادهای آموزش کودکان در این فرهنگستانهای اردشیر بابکان این بود است که مهر پرستی به ایران، مهر به ایران و ایران دوستی، ایران پرستی برجسته بوده. کشور ما نمیتونه نگاه بداریم اگر مهر به ایران نباشه. بدانید رزمتان با مردم دیگر پیش از جنگیدن با فرهنگ نادرستی که در مردم خودتان هست، این نه پاسداری که از دست دادن است. اگر شما نتونید مردم تو رو بیارایید، در جنگ میبازید. با دلهایی که یک رنگ نیستند و دستهایی که دشمن یک دیگرند، با دشمنان چگونه میشود رزمید؟ همینجا من میخوام بمونم. اکنون که ما در یک زمان جنبش هستیم، به درستی اگر این فرهنگ در ما پدید نیاید و برجسته نشه که همه ما فرزندان مام میهن ایران هستیم، همه ما مادرمون یکیست، ماممون یکیست، ایران، چرا با هم دیگه می جنگیم؟ زیرا که آن فرهنگی که ما را به همدیگر بدوزد و بپیونداند سخت در کاستی است. و از همین روی هست کوشش هایی که از این دست انجام می شود باید صدچندان شود تا این فرهنگ ایران دوستی، میهن دوستی، میهن پرستی در ما هرچه بیشتر و بیشتر شود. جز این گزیر و چاره هم نیست. یک بار دیگه میگم، جز این گزیر و چاره نیست. اگر ما بخواهیم کشورمون آباد شود، باید چنین کنیم. و این پراکندگی در ما، دستهای پراکندگی که همدیگهمون رو دشمن میبینیم، هرگز ما نمیتونیم به جای برسیم. گیرم این اهریمن افتاد، ولی باز ما به جون هم میفتیم. دستهایی که اکنون ما به همدیگه بپیوندن، دوست همدیگه رو بدارن، یک نگاه دشمنانه دارن. درون خود گرایش ها، حتی درون خود گرایش ها سرشار از کینه هستیم، سرشار از دشمنی هستیم. ما باید همدیگه من رو خواهر برادر بدونیم، نه دشمن. تا زمانی که ما این رو ندونیم، خودمون رو خواهر برادر ندونیم، بیگمان هیچ کاری انجام، کار خوبی انجام نمیشه. خب اینو داره اردشیر میگه. درود به اردشیر، نیای نازنینم، به راستی نیای برجاوند نازنینم. من این بخشش رو میبینم. چگونه با بازداشتن دشمن و پایداری و پاسداری از مرز انجام نپذیرد مگر به فرهنگ نیک و راه بردی درست. فرهنگ نیکی که ما را میاره بالا و در برابر دشمن توانمند می کند. شکستن شهر من همواره از توان دشمن نبوده است، همواره نبوده است، ای چه بسا از همپاشیدگی درونمان، گسست درونمان بزرگترین زمینه برای شکست ما و پیروزی دشمن بوده. ما گرامیان که این سخن من رو میشنوند، این گونه برنامه رو نه برای پر کردن زمان و سرگرم کردنمون هست، من با جان دل دارم میگم این رو، بلکه ساختن فرهنگی که ما همه ایرانیان رو خواهر برادر بدونیم. در این که برخی از ایرانیان سازهای دیگه میزنند، دو سه گونه بیشتر نیستن. یک بخشش همین اهریمنان که بر کشور چیره هستن، اینا با دور ریخته بشن. بخشای دیگری که میخوان شبیخون بزنن، گوشهایی از ایران رو بزنن. خب شوربختان اگرچه فرزندان این میهن هستند، ولی در نگاهشون دشمنان میهن هستند. اگر بکوشیم اینا رو به خودشون بیاریم بسیار خوب است. نمیان خب به هر روی باشون
اون شیوهی که نیاز هست باید رفتار کنیم. جز اینها دیگران فرزندان میهن هستند، هر باوری که دارند، ولی اگر به ایران مهر میورزند، عشق میورزند، باید خواهر برادر هم باشیم. این رو بپرورونیم، نقد هم بکنیم، نه کشت هم، نه هم دیگر را بکشیم. نقد هم کردن برای پیشرفتمان بسیار بسیار خوب است، سودمند است، جز این کردن نارواست. ما شوربختانه برخوردای ما بسیار کودکانه میبینم، من که در سپهر بیرون هستم و همه رو میخونم میبینم و این سپهر جهانی بسیاری از این درها رو برومون گشوده که ببینیم هم دیگمون رو، بشم چی کار میکنیم. یکی از اندرزه دیگه اردشیر براتون میخونم. بدانید که نابودی شهریاری ها از سستی در گماردن مردم به کارها و پیشه های شناخته است. اگر بیکاری در مردم فزونی گیرد، در کارها بنگرند و در ریشه ها بیندیشند و از آنجا که سرششان گوناگون است، از گوناگونی منش ها روش های ناهمگون برخیزد و از ناهمگونی روش ها دشمنی و کینه توزی و خردگیری، از ناهمسازی مردم دشواری دیگری برخیزد و آن این که شاه هم داستان کردن از هم داستان کردنشان درماند، نتواند از پسشون بر بیاد. این همون گسست دیگه، از هم پاشیدگی درونی است، خانمان از هم پاشیده هست، چیزی که اکنون می شود اینا رو دید. درسته که شهریاری دست راستین ایران نیست، مردم فرزندان راستین را نیست، ولی در بیرون از این کشورداری که دست این اهریمن هست، ما چیزی بسیار تلخی میبینیم، بسیار دردناک. اندرز دیگر، بدانید که چیرگیتان تنها بر تن مردم است که شاهان را بر دلها دستی نیست. خب اگر شما تنها شهریار بشید و بر دلها دستی نباشد، شما هرگز نتوانید که زبان مردم را از بدگویی و نکوهش خویش بسته نگاه دارید، چنان که زشت را نتوانید زیبا سازید. بنابراین هر کسی از شما بخواهد شیوهی برگزیند که از وی جز بینیکی یاد نکنند، چشمانی برخیش بگمارد تا در آگاهی بر کاسه خویش از مردم کشور پیش افتد. خب این هم بازم رهنمود بسیار بزرگی است، کشورداری است دیگه. اینجا ما گفتم که در نام اندرزای شهریار اردشیر قانونمند، اینها هم قانونمنده، هم دستور کار و هم یک پرداخت روانشناسی سیاسی یا جامعه شناسی سیاسی درش می شودید که از درون چی در میاد، که باید همواره چشمانی بیدار باشن تا ما رو ببینن، به ما بگن کاسی های من رو، به ما بگن و تا این کاسی رو از پسشون بر بیم. برترین رهبری گشودن دو در برای مردم است. اینجاست که یک سخن دیگری است که بازم زیبا هست، با اون همینه که یکی در دل سوزی، مهر، بخشندگی، چشم پوشی، گشاده روی. در جایگاه توانا میبخشید، مهر میورزید برای مردم، و دیگری در تندی و بیم دادن هست. تندی و بیم دادن در اینجا همون قانون رو پیاده کردن هست که اگر شما از راه به در شوید، باید نه اینکه روتون رو بوسید، بلکه دستتون گرفت رامتون کرد، اگر نکردین تندتر برخورد میشه. سختگیری، پافشاری و ترشرویی، من هر دو رو در مهر مینامم. هر دو اینها رو میگه که اگر من ترشرویی هم میکنم، این برآمد از مهر من هست. چرا مهر؟ برای اینکه اون در جای پدر یا مادر یک کشور، که ما خب پدر مادر و بر بچه‌مون ترش میکنیم، این ترش کردن یا تندی به تندی سخن گفتن نه گسستن از مهر است،
بلکه یاری رسوندن به فرزندمون است. اینو میگه من مهر میدونم. پس این اندرز رو من براتون بخونم که تو گفتاری که امروز دارم. پیشینیان گفتند دگرگونی ها آنگاه روی دهند که به روزگار خوشگمان باشیم، بیخیال بشیم، بگیم که آه دیگه ما اکنون همه چیز خوب است، همون چیزی که بر جمشید پیش اومد دچار خوشگمانی شد و میتونه در هر زمان دیگری هم ما دچار این خوشگمانی بشیم. یه بخشش به اونچه که سال 57 هم رخ داد میتوانی بخش خوشگمانی هم باشه، که شاهنشاه آریامهر میپنداشت که دیگه کار خوبی کرده، درست دیگه کار مردم سپاسگزارش هستن که بودن، نه که، ولی این بخش رو که چون خودش هم یکم جا خورد که این همه کار برای مردم، این همه نزدیکی به مردم، این پاسخش. برای همین باید که بسیار بهوش باشیم، ببینیم جایی رو که شاید از جلو چشمون در بره. پس زمانی که به خودمون خوشگمان بشیم، پادشاهانی بودند که در سربلندی بیاد خاری و بیاد خاری و در آسودگی بیاد نگرانی و در شادی بیاد اندوه و در سرمستی بیاد توده مردم و در توانایی بیاد ناتوانی بودند. هر دو اینها رو میگه باید شما داشته باشید. همزمان که توانمند هستید یاد باشه که میتونی بیافتیم. همزمان که در شادی هستی یاد اون اندوه هم داشته باش. این دوتا رو با همدیگر داشتن یک بالانس، یک برابری، دو تا بال رو کنار هم گذاشتن بسیار یاری میرسونه به یک پیشروی شهر. حالا یک کنارش هم چون میریم به سراغ بخش دیگر که بخش پایین سخنمون هم هست، یک همسنجی هم میکنیم با منصور. منصور عباسی جانشین برادرش صفاح میشه، با اینکه صفاح ازش، این از صفاح خیلی بزرگتره و ولی صفاح آدم آرومتریه و به هر روز صفاح که میمیره این میشه، حالا چجور هم میره بباند، این میشه شاه بسیار سختگیر، بسیار سختگیر، و برای همین نامش رو منصور دوانیکی یا دوانیقی. دوانیق جمع دانگ هست. اینم بگم که دانگ یا دونگ که میگیم یکی از واژه‌هایی بوده که برای سکه به کار می‌بردن یک زمانی. شش دانگ، شش سکه، یه چیزی که پر پر بشه میگفتن شش دانگ، شش دونگ، پر باشه رو. و این آقا بسیار هم پول دوست بوده، میلیارد سکه براش میمونه پس از مرگ خودش، با اینکه برادرش صفا چیز اندکی میمونه ولی برای این فراوان میمونه، برای اینکه بسیار پسنداز میکرده و کشت و کشتار میکرده. و این از زمان این منصوره که میشه باید گفت که دستگاه عباسی پا میگیره و این هست که همه کسانی رو که میتونست دردسر براش بسازن میکشه. یکی از اون کسان ابو مسلم خراسانی است، اونو کشتش. چرا؟ برای اینکه میترسید که این دستش کار بده، چون این کسیه. ما چون این چیزی رو در دستگاه ساسانیان نداریم، کسی که تا این اندازه بهش مهر بورزه او رو بگیره بکشه، نداریم ما. هرگز هم ابو مسلم رو دروشون وا نایستاد. تنها یه جا ما داریم که اون هم بهرام چوبینه است، که بهرام چوبینه لشکر کشید، جنگ کرد با خسرو پرویز و سپس در یک برنامه چینی اون از میان برداشت، وگرنه اگر این فرمان باشم ازش هم خواست که بیا فرمانده لشکر تو باش، فرمانده سپاه تو باش، زد زیرش دیگه. وگرنه اگر از اینکه بگذاریم، ما نداریم در دستگاه ساسانی که کسی که بهش این همه یاری رسونده باشه باشون این رفتار. خب بیگمان ابو مسلم خراسانی ایرانی است، یه پارسی، اینها دشمنان ایران بودند، دوستان ایران نبودند که دلشون به ایران، برای همین او را از میان برداشت. یکی از ویژگی این منصور عباسی و منصور دوانیقی. واژه دوانیق هم کسی که دوانیک باشه، عربیش کردن این رو، کسی که بیاد این سکه ها رو گرد بیاورد و پول ها رو برهم بینباند و بسیار پولدار بشه. یک
این وصیت که میکنه، از وصیت هایی که این میکنه، به سختی شما سخن از اون چیزی که در سخنان چی میبینید، در سخن اردشیر میبینید، راستگویی، دلاوری، گذشت، مهر، اینا رو به سختی میبینید. حالا این کی خودش یک امام هم هست، یک امام شیعی هم هست، اینا شیعیان هستن که بر سر کار میان. امویان که هنوز آغازشه هست، اسلام هست، حالا اسلام که بگیم بماند، ولی اینها دسته های شیعی هستن که در جنگ با امویان پیروز میشن و اینا خودشون امام هستن. دایی بین ها میگفتند و امام ها، هم دایی بین ها میگفتند، هم امام میگفتند و هم امیرالمومنین. این امیرالمومنین بیشتر در این زمان راه افتاده. بنا دایی، همین واژه دایی رو میبینیم که حسن صبا هم داییه، خودشون دایی میدونستن، دایی بزرگ، دایی اکبر میدونستن. این واژگان دایی و امام و اینها واژگانی است که به این دسته های شیعی برمیخورده، که عباس یک شاخه شیعی هست که سپس جدا میشه از اون شاخه علوی. علوی هم شیعی هستن، همه اینا شیعی بودن. این شورش هایی که از درون شاخه های اسلامی انجام میشه، این همشون شیعی هستن در برابر اون خاندان اموی. حالا دور نشم که این ویژگی بسیار روشنی داره که اگر ما کنار هم دیگه بذاریم این وصیت نامه اردشیر، وصیت نامه این منصور عباسی رو با اردشیر، سخنان برجسته ما میبینیم که بسیار دور میکنه ما رو. و دریغ که اینها با اینکه میکوشیدن رفتارهای شاهان ساسانی رو از خودشون بنمون، بیش عباسیان چون اومدن بغداد میخواستن که روش ساسانیان رو دنبال بکنه، میخواستن روش ایرانیان. و در همینجا میبینیم که خود این عباسیان با خود عرب هم چندان سازگاری ندارند و بیشتر تکیه روی بخش از ایرانیان میکنند. البته خب ایرانیان دو دسته بودن، دسته بودن که با اینا نزدیک شده بودن، دسته که با اینها میجنگیدن. و ولی به عربا چندان دل نمی بستن مگر عربایی که از تبار خودشون بودن. در همینجا من سخنم به پایان میرسونم گرامیان. هدف از آوردن اندرس های چشوه سخنم بگم، اندرس های اردشیر بابکان بر این بود که یک، سخنان اردشیر بابکان دنباله سخنان بزرگان ما و فرهنگ باستانمون هست. این رو در جانمون بنشانیم و سخت هم سر فرازیم بر این که چون این فرهنگی داریم. امروز ما در هنگامه ای هستیم که باید این فرهنگ هرچی بیشتر ساخته بشه. در ما دلاوری ایرانی باید پدید بیاد. شکوه و فر ایرانی باید در ما پدید بیاد تا ما از این اهریمن درگذریم. اگر ما با این سخت برخورد نکنیم، سخت نکوشیم که از اینها رو در خودمون پدید نیاوریم، نمیتوانیم از این دیوار اهریمن بگذریم. و همه کشورهایی که کوشیدن به فرهنگ خودشون برگردن، به راستی به خوشبختی پا نهادند. به راستی ما هم چاره جزی نداریم، گزیری جزی نیست. باید که بکوشیم دلاورانه استوار از فرهنگمون پدافند کنیم و در جانمون بنشانیم. ما ایرانی هستیم، هزار بار دیگه میگم ایرانی هستیم. دین هایی که در ایران اومدند، حالا من نمیخوام برخورد رادیکال بکنم، اگر به زبان خوش اومدند خب سخن دیگری است، و اگر به ستم اومدند باز هم دو تا راه دارند. یا اینکه رفتارشون را سخت دگرگون کنن، بدگردیسن رفتار خودشون رو، وگرنه فرجام بسیار تلخی بود براشون چید و گذاشت. خب برمیگردیم به اندرزنامه. چون این کسانی رو ما داشتیم که برامون شرف هست، برامون فر هست، تا اینکه کسانی بیگانه که با دروغ، فریبکاری، بچه بازی، زن بازی، اینها سپس نام رحمت و کرامت هم به خودمون گرفتن، بر کشورمون چیره شدن. ما اینها رو باید که بغربالیم، جدا کنیم، پاکیزه کنیم و بیستیم رون دو پای ایران خودمون، دو ستون ایران خودمون وایستیم، سر پا استوار. میبینیم که اشو زرتشت بر راستی میگوید، بر گذشت، بر دلاوری، بر بخشش.
میبینی کوروش نیز بر راستی میگوید، بر شهریاری، میهندوستی، دلاوری، گذشت. میبینیم که داریوش چنین میگوید، میبینیم که اردشیر بابکان نیز چنین میگوید، میبینیم که دیاوکو شاه مادی چنین میگوید، میبینیم که اشک یکم نیز چنین میگویند. همه اینها در یک راستا هستند و اون هم راستای ایرانمون هست. این دریافت را به ژرفای اندرون خودمون ببریم، استوار بیستیم، به هم بپیوندیم، دست های از هم بریده، از هم جدا شده ای رو که هم بخشش بخشش دستاورد چیرگی اهریمن هست، این دست ها را یا بشوییم یا ببریم تا مبادا که این دست ها ما را به جون هم بیاندازد. دست های ایرانی، دست های میهندوستی با این فرهنگ شکوهمند باید به هم دوخته شوند، دستان توانا، دستان زورمند بشوند برای فردای کشورشون و برای برانداختن اهریمن و خوشبختی کشورشون. بیگمان و جهان در گام دیگر، گام نخست همون ایران و گام پس از آن جهان. سپاس میگویم به شما گرامیان. سپاس از شما استاد هلمند گرامی و مانند همیشه بسیار عالی و آموزنده. دست مریضات میگیم و خسته نباشید. و دوستان گویا پرسشی هم دارند، که البته باربا جان یک پرسشی رو داشتن که همون ابتدای آغاز، البته درست تر بگم آغاز سخنوری شما بهش اشاره شد. حالا هم ایشون میتونه بعدا دوباره این بازندوخت رو نگاه بکنن و همین که شما اگر صلاح میدونید میتونید یه پاسخ دیگه بهشون بدید. و پس از اون بانو مریم دست گرفتند و موبد کامران جمشیدی گرامی. پرسش چیز گرام بفرما که من چون چیزی ندیدم. میگن که تفاوت بین اندرز و خدمتون عرض بکنم که پند، اندرز یه واژه در نگاه من واژه بسیار ژرفی هست، فراگیره و درش بارهای گوناگونی میتوان یافت، ولی پند یا که واژه پندار یا پنداشتن ازش پیش میاد بخشی از اندرز میتونه باشه که شاید برابر نصیحت باید گذاشتون رو. تو یک میدون هستم، ولی واژه اندرز بسیار فراگیره، فراگیرتر هست. سپاسگزارم موبد گرامی. موبد جمشیدی درود بر شما، بفرمایید خواهش میکنم. درود بر شما. مثل یک گفتین بانو مریم پیش از من دست گرفتن، نمیدونم ما ایشون از نشست بیرون رفتن. بفرمایید. بسیار خوب. خب نخواست که سپاسگزاری کنم هرمن جان، بسیار خوب بود و این بخش های اصلی و در واقع مغز این فرهنگ رو از گذشته گرفتی تا به زمان اردشیر آمدی. دست مریضات، فقط یک پرسش دارم. هنگامی که از زرتشت سخن میگفتی، خب واژه وخشور رو به کار بردی که خب خیلی جهان به کار میده. در مورد خود واژه وخش یادم نیست دقیقا، نفهمیدم چه گفتی، چی به وخش رو چه میدانی شما؟ من اینو خواست ازت بپرسم. سپاس. من وخش رو یک دریافت ژرف از پیرامون و هستی میدونم و این به اندرون انسان، کسی که به ژرفا بره و بسیار ژرف بیاندیشه میشود گفت که وخش بشه. همون چیزی که ما در فرهنگ هندو داریم که اگر کسی به یک ژرفایی از دانایی برسه می شود بودا، میشه بودا یا بودا، که این یه چیزی به مانند همونه و یک جاهایی به هم نزدیک هستن. اگر بشود گفت وخشور رو برابر با بودا بدونیم، درست گفتیم که به زبان سویدی می شود
اوپ لیست، بله اوپ لیسته، کسی که به یک دریافت ژرف میرسه از پیرامون خودش، از هستی. برای همین زرتشت رو باید پدر این اندیشه دونست، و برای همین من واژه وخشور رو براش میبرم. این وخشور یا بخش که همون دریافت ژرف، از ژرفا، از هستی، سپس یک دگرگونی در عرب میشه، وحی بش میشه، ولی اون وحی رو میبرن به آسمون میچسبونن. اگرچه در قرآن اومده که این وحی به مورچه ها هم میرسه، به زنبورها هم میرسه، یک دریافت ژرف هستی، دریافت ساده ای رو میشود گفت. ولی خب در نگاه اسلامی وحی همون سخنانی است که از آسمان به دست گابریل میاد و به دست به محمد میرسه. درست. این دریافت من هست این رو. حالا شما که خودتون آره، میخواستم منم دریافت خودم رو بگم. یکی اینکه از نظر واژگانی این وخش همانی است که در انگلیسی وکس بهش میگن، در سوئدی هم وکسا یعنی رویدن، بالیدن، افزودن. و این وخشور رو من خودم وخشور میگویم، البته دوتایش میتونه درست باشه، به چیم این که بالنده، بالیده یا بالاینده، یعنی کسی که سخنور هست، سخنانی میگوید که میافزاید، میبالاند. و در فارسی کهن اوستا ما بچس رو داشتیم که اصلا واژه هم از اونجا میاد، باز به گونه ای به سخن برمیگردد، سخنور. این دیدگاه هم به هر حال من تا حالا بر این دیدگاه بودم، ولی شاید اونی هم که شما میگی در مغز داستان یکی میشه، یعنی کسی که آنقدر میداند که سخنان افزاینده میگوید و یه از یک گونه آگاهی درونی و یک گونه بینش برخوردار است که در واقع آن کس روشن شده است، از این دید هم می شود گفت. همین خواستم می رو بگم. سپاس. نه، ما توی سخنمون تو یک میدون هست، بله کامل بله شما بده گرم تو یک میدونه. من شما واژه وخش رفتی به واژ و واژه و نه، درست این هم وایس حتی رخش هم به گونه ای به این برمیگرده، رخص، رخش، وخش، من اینا رو توی مایه می بینم. رستن، افزودن، بالا رفتن، وکسا کردن، وکس ان وین میگن به انگلیسی مثلا، اینها هم توی مایه هستن یه گناه های. حالا اون بخشا نمیدونم، ولی این واژه رویش درسته، از درون انسان یه چیزی میروید، یک توانی میروید که این پروبال در میآورد و میبیند و خودش را میگستران به پیرامون خودش. این همون بخشور به گفته شما که درسته، هر دوشون ما داریم، ما گنجور و گنجور، دستور و دستور. یه زمان این دستور بود، گنجور بود، ولی میپندارم که این ساختار زبان عربی توش دست برد و این شد دیگه. شادم خود واژه در یه بازه زمانی این دوست داشت که اینگونه بره، اور بشه به جا ور، گنجور، دستور، دستور، زیرا که و همین رو به نام اکتر، حالا اینو من بگم که اکتر، اکت، اکتر، این پسوند اوری که توی اکت هست توی زبان انگلیسی و زبان فرنگیان، با این بخش از ما هم دور نیست. ما اینم داریم، اور که میاد دنبال برخی واژه ها میتونه همون کننده باشه، اکت، اکتر، وقت، وقت، و واژه دیگه هم داریم که این پسوند اور دارم با خواهد دم دستم نیست تو مغزم. ولی ور که میگیم، خب ور بیشتر کسی کننده هست، از واژه ورزیدن میاد، ور و ورک و کار، برک، اینا هم ریش، کسی که کارش بخشیدن باشه، کارش روییدن و کارش اندیشوری از درون ژرفا هستیم. نه، تو یک میدون سخن میگیم کامران چند.